سلام، این یه ویدئوی کاملا جدیه. امیدوارم عالی باشین. من سارا هم و اینجا چنل سارکوپولو. همونطور که می‌بینید برای همه سلیقه‌ها ویدئو داره. هفته قبل تولدم بود. آدم وقتی تولدشونه به چیزای مختلف فکر می‌کنه. من به این فکر کردم که خب حالا که 35 سالم تموم شده و وارد 36 سالگی میشم، واقعا توی این 35 سال که می‌تونه برای خیلی از آدما نصف زندگیشون باشه یا نیمی از عمر مفیدشون باشه، چه چیزایی یاد گرفتم؟ چه چیزایی یاد گرفتم که دلم میخواد به دیگران بگم و چه درسایی از زندگی گرفتم که دلم میخواست زودتر یاد میگرفتم. برای همین دلم خواست این ویدیو رو بسازم، تمام تجربیاتم با شما به اشتراک بذارم، به خصوص که بیشتر دنبال کننده های چنلم نوجوانا هستن و میدونم که چقدر مهمه اگه این درسا رو الان آویزه گوششون بکنم، به عنوان یه خواهر این حرفا رو از من بپذیرن، فکر میکنم که بتونن خیلی خیلی موفق بشن. و یکی از آرزوهای من اینه که شما همیشه توی کامنت ها از موفقیتاتون بگین، شاد باشین و احساس خوبی نسبت به خودتون و زندگی داشته باشین. چیزی که میخوام بهتون بگم یک و دو و سه نداره، یعنی نمیتونم بگم که درس اول و مهم زندگی اینه، درس سیوم اینه، این کمتر اهمیت داره اون بیشتر، چون همشون واقعا مهمن، اهمیت دارن و هر کدومشون یه جایی خیلی پررنگتر میشن و خودشونو نشون میدن. پس من نکاتی که به نظر خودم مهم میاد و 35 تاشو جدا کردم بهتون میگم. به نظر من یکی از مهمترین هاش اینه که صبور باشید. هر چیزی تو زمان خودش اتفاق میفته. این یه حرفه، البته که من به قانون جذب اعتقاد داره، ولی یه حرفی نیست بر اساس اینکه بگم کائنات در زمان مناسب به تو اون موقعیت رو میده. به این هم ایمان دارم، ولی میخوام بگم که صبور بودن یعنی وقت دادن، وقت گذاشتن برای هر چیزی میتونه راهگشا باشه. البته من دارم راجع به کار با تلاش صحبت میکنم. اگر شما برای مثال میخوای یوتیوبر بشی، خب زمان میبره. ممکنه که شما نگاه بکنی به یه چنلی و ببینی که واو چه ویوهای میلیونی، چندین سابسکرایبر، و بگی که خوش به حالش. مطمئن باش یه شبه به اون عدد دست پیدا نکرده. البته استثناهایی هم وجود داره، به خصوص مثلا توی همین سوشال مدیا بخوایم بگیم، خب توی اینستاگرام کسایی هستن که یه شبه معروف میشن، حالا یا یه کار خیلی خوبی انجام میدن یا یه کار خیلی بدی انجام میدن، به هر حال وایرال میشن، مورد توجه مردم قرار میگیرن، دیده میشن، شناخته میشن. ولی اگه بخوایم مثلا شروین رو مثال بزنیم، اونم وقتی که میری میبینی که یکی از کارهاش گرفت، مردم شناختنش، میبینی که او چقدر قبلش زحمت کشیده، آهنگسازی کرده، ساز یاد گرفته، خونده، چقدر داشته روی پیجش کار میکرده، و میبینی که پشتش یه کلی زحمت هست. یه مثال براتون میزنم، یه داستان خوندم یه جا که داوینچی یه نقاشی میکشه و روی اون نقاشی که فقط 5 دقیقه کشیده، چون که یه جمعیتی بوده، حالا مثلا یک مهمونی تصور بکنید، نقاشی رو 5 دقیقه خیلی سری میکشه و خیلی قشنگ میشه، $5,000 روش قیمت میذاره که برای اون موقع پول خیلی زیادی بوده. بهش میگن آقا تو فقط 5 دقیقه زحمت کشیدی، چرا باید همچین پول زیادی رو ما بدی؟ میگه شما این 5 دقیقه رو دیدین، شما اون 5 سال، 10 سال، 20 سال زحمت من، تمرین کردن من و اینکه برای این هنر تونستم مهارتمو بالا ببرم ندیدین. پس خیلی از افراد که ما فکر میکنیم یه شبه موفق شدن، بازم اینطوریه که ما فکر میکنیم سالهای سال براش زحمت کشیدن. پس به نظر من زحمت کشیدن، تلاش کردن، زمان گذاشتن و صبور بودن یکی از رازهای موفقیته که اگه تو زندگیمون بدونیم، باعث میشه با آرامش بیشتری کارمون انجام بدیم و دائم نگیم کی میشه، کی اتفاق میفته، پس کی نوبت من میشه، پس کی چنلم رشد میکنه، پس کی مثلا بدنم بهتر میشه. این کی گفتن اتفاقا ذهنمون رو مشغول میکنه، باعث میشه که از مسیر لذت نبریم و از هدف دور بشیم. این نظر من. موضوع بعدی که بی ارتباط به موضوع اول هم نیست، مقایسه است. دست از مقایسه خودت با دیگران بردار. هر کسی در یک جایگاه متفاوته، حتی دوتا خواهر، حتی خواهر و برادر، حتی کسی که تو یه خانواده به دنیا اومدن، حتی کسی که دو قلو هست، به نظر من به خاطر طرز فکرشون، به خاطر اتفاقاتی که در زندگیشون افتاده، مهارتایی که کسب میکنن، شانس، اصلا تو بگو به خاطر شانسشون، روابطشون و هر چیزی، در نتیجه سرگذشتشون متفاوت میشه و یه اتفاقات خیلی خوبی یا یه اتفاقات بدی ممکنه براشون بیفته که قابل مقایسه نیست. اینکه دائم بگیم که پس چرا اون اینجوری شد،
شد من نشدم، پس چرا اون فلان وسیله رو خریده من نخریدم، چرا اون ویزاشو گرفت من نگرفتم، چرا 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 چرا، هی مقایسه کردن خودمون با دیگران. بازم چی؟ فقط ذهنمون رو مشغول میکنه، فقط وقتمون رو میگیره و ما رو از هدف اصلی که داریم و مسیری که توش هستیم دور میکنه. از تلاش زیاد گفتیم، از سخت کار کردن گفتیم، اما مورد سوم که میخوام بگم اینه، به جای خیلی خیلی کار کردن و سخت تلاش کردن، سعی کن هوشمندانه کار بکن. یعنی در کنار تلاشت یه تلاش هوشمندانه باشه. نمیدونم شنیدی یا نه، میگن که شرکت گوگل یکی از شرطاش برای استخدام اینه که میاد آدمای تنبل رو استخدام میکنه، چون میگه تنبلا میان آسونترین و سریعترین راهو پیدا میکنن، به جای اینکه وقت زیادی بذارن، زحمت زیادی بکشن، از اون راه هوشمندانه و سریع به خواستشون میرسن. از تجربیاتتون برام بگین، تو کامنت ها حتما بنویسید، من بیشتر از این برای این مورد مثال نمیزنم. ریسک کن، ریسک پذیر باش، انقدر محتاط نباش. ما آدما اگه قرار بود از یه جا تکون نخوریم، اگه قرار بود که جا به جا نشیم، تغییری در زندگیمون ایجاد نکنیم، که مثل درخت ریشه داشتیم که اصلا نمیشد جا به جامون کرد. من خیلی در زندگیم ریسک کردم، از این بابت خیلی خیلی خوشحالم. شاید یه تایمای کم ریسک کردم و باز هم با اینکه همه بهم میگن تو چقدر ریسک پذیری، تو چقدر شجاعی، چه دختر قوی هستی، آفرین کاری کردی که ما حتی با مثلا دو برابر سن تو رو داشتیم هیچ وقت این کارو نمیکردیم و نکردیم، ولی تو انجامش دادی و خیلی خوشحالم از این بابت، چون ریسکایی که توی زندگیم کردم. برای مثال میگم، مثلا یک زمانی من اولین خونه ای که خریدم با پول خودم، بدون کمک خانواده‌ام، بدون کمک پدرم، 22 فکر کنم 7 سالم بود، پولایی بود که از اجرا جمع کرده بودم، هنوز اینفلوئنسر نبودم و توی اینستاگرام نبودم، استیج میرفتم، پولمو جمع کرده بودم و مثلا یه مقدار طلا داشتم، اونا رو فروختم، هنوز پولم کم بود، نمیتونستم خونه بخرم. ریسک کردم با اینکه شغل ثابتی نداشتم، کارمند جایی نبودم که بیام برم بگم من حتما قسطمو میتونم سر موقع بدم، ولی ایمان داشتم که من میتونم. اینم یه درس دیگه تو دل اون درس، همیشه بگو من میتونم. اینو جدی براتون میگم، این از این شعارایی نیست که میان پکیج میفروشن، میان جلوی دوربین میگن بگو من میتونم، بگو همین الان بگو. نه، این واقعا ذهن ماست که وقتی تو بهش میگی من میتونم، من قدرتشو دارم، ثابت شده است که مغز ما خیلی سریع همه چیو باور میکنه. چرا میگن راجع به خودت بد حرف نزن، به خودت توهین نکن، نگو من فراموشکارم، نگو من احمق. ذهن بعد یه مدت باور میکنه هر چیزی رو که تو بگی، باور میکنه. نگو من بد شانسم، نگو من نمیتونم، اصلا این نه رو قیچی کن، فقط بگو من میتونم. گفتم من میتونم و برادرم خیلی موقع کمکم کرد، با هم رفتیم چند تا خونه دیدیم. خب خونه بزرگ و دلخواهم که دلم میخواست و نتونستم بخرم، حتی یه محله پایین خونه خریدم، ولی خریدمش. زامن پیدا کردم، وام گرفتم، زامن پیدا کردم که هیچ کدوم از فامیلمون نیومد زامن من بشه، با اینکه چند تاشون کارمند بودن و میتونستن. ایمان نداشتن که یه دختر 27 ساله که شغل ثابتی هم نداره و اون موقع دانشجوی ارشدم بودم، داره درس هم میخونه، بتونه قسط خونه‌شو بده. یعنی منتظر بودن که چند وقت بعد از بانک مسکن زنگ بزنن به من بگن بیا، نمیتونی قسطتو بدی، خونه رو ازت پس میگیری. رفتم زامن خریدم، تو دیوار پره، میدونید که مثلا بهشون پول میدی، اون سال فکر کنم مثلا 2 میلیون خیلی پول زیادی بود، دادم که اون شخص بیاد زامن من بشه و در نهایت وام گرفتم، یه وام خیلی بزرگ، خونه رو خریدم، دادم اجاره به یک زوج و از اجاره اونا یه مقدار دیگه پول میذاشتم روش و قسطام میدادم و همینجور قسطای خونه پرداخت شد و 2-3 سال بعد من خونه مال خودم بود. ریسک کردم، این یکی از ریسکایی بود که کردم. ریسکای دیگه کردم توی زندگیم که حالا خیلی ویدیو طولانی میشه، حتما موقعی دیگه مثلا توی ویدیوهای دیگه هر جا بشه براتون میگم. شما هم از ریسکایی که تو زندگیتون کردین برام بگید تا بریم سراغ مورد بعدی. از نگفتن نترس. همونطور که تو باید بتونی نبگی، قاطع، سریع و بلند، تحمل نشنیدن هم داشته باش. یعنی اگر کسی هم به تو گفت نه، بپذیر. چند تا مثال براتون میزنم. یه مثال خیلی واضحش که فکر کنم همه جا دیدین، سر قضیه پوله، پول قرض گرفتن. یکی بهت میگه انقدر پول داری به من بدی. من دوستایی داشتم که ازم پول قرض میگرفتن و واقعا بدقول بودن. یکی دو تاشون باورتون میشه؟ ازم و خیلی من موقع خجالتی بودم، خیلی رو درواسی میکردم، مبلغای زیادی هم نبود، شرایطشون هم درک میکردم، دوست داشتم بهشون کمکم بکنم، ولی بعد یه حس بدی داشتم از
از اینکه پولو بهم پس نمیدادن بعد دوباره درخواست میکردن، حس خوبی واقعا بهم نمیداد. از یه جایی به بعد یاد گرفتم که بگم نه. حالا این موضوع میتونه از چیزای خیلی کوچیک باشه. یه نفر بخواد لوازم آرایشی شما رو استفاده بکنه، میتونه همسایه‌ای باشه که دائم میخواد توی پارکینگ خونه شما پارک بکنه چون شما ماشین ندارین، حق خودش میدونه که ماشینشو بذاره تو پارکینگ شما. میتونه یه مهمونی باشه که یه نفر بهتون میخواد درینک بده و هی میگه بخور بخور بخور. یه مهمونی باشه که کلی غذاهای خوشمزه رو میز باشه، شما رژیم باشین و هی بگه چرا نمیکشی، حالا یه شب که هزار شب نمیشه بخور. اگر تو بتونی نبگی، واقعا بهت میگم توی هر مرحله از زندگیت باشی کلی جلو میافتی. یکی از خاطرهای خیلی بدی که من دارم، یک دوست خیلی خوب و صمیمی داشتم که این آدم واقعا آدم محترمی بود، با شخصیت بود، یک اخلاق بسیار بد داشت و همین موضوع باعث شد که من دوستیمو باهاش خیلی کم کم و دیگه فکر کنم مثلا قطع کردم. نمیتونست نبگه و زمانی که من به کمکش نیاز داشتم، ازش یه درخواستی میکردم، یه قولی میخواستم، یه کمکی میخواستم، میگفت که بله، ولی بعد گوشیشو خاموش میکرد، ولی بعد جواب تلفنشو نمیداد. ولی وقتی که من دیگه منتظر بودم و رو کمکش حساب کرده بودم، برنامه‌ریزی کرده بودم، یه هفته بعد که زنگ میزدم برای پیگیری درخواستم، چون به من نه نگفته بود و آره گفته بود، جواب تلفن نمیداد و من همینجور میموندم. یا این رفتار رو با خیلیا کرده بود و بیشتر به جای اینکه مثلا دفعه اول بگه نه من بپذیرم برم دنبال یه راه حل دیگه یا ناراحت بشم هرچی، همه به عنوان یه آدم بدقول دروغگو میشناختنش که این صفت بدتریه. پس شما اگه نبگید خیلی کارو راحت تر کردی. یادتون نره که قدرت نشنیدن هم داشته باشید. قرار نیست که اگه کسی به ما نگفت سر هر موضوعی ناراحت بشیم، تو قیافه بریم یا فکر کنیم اون داره قیافه میگیره. وابسته نباش، وابسته نباش به هیچ چیز و هیچ کس. وابستگی فقط به آدما نیست، وابستگی میتونه به شغلت باشه، به موقعیتت باشه، به خونت باشه. دیدی بعضیا میگن من از این محله نمیرم، نمیتونم برم، من به اینجا وابستم، من به اینجا تعلق دارم و خیلی چیزای دیگه. وابستگی رو خودتون میدونید، من دیگه بیشتر از این تعریفش نمیکنم، فقط میگم که وابستگی جلوی پیشرفت آدمو به شدت میگیره. مواظب سلامتیت باش، به همین سادگی و آسونی. تا وقتی سنت کمه، به خصوص وقتی نوجوونی که اصلا به این موضوع فکر نمیکنی، وقتی جوون هستی بازم به این فکر میکنی که من جوونم، هیچ چیزی نیست، مشکلی پیش نمیاد. هرچی بیشتر پا به سن میذاری و هرچی به میانسالی و کهنسالی نزدیکتر میشی، تازه میفهمی که ای کاش ورزش رو زودتر شروع کرده بودم، ای کاش بر خودم عضله‌سازی کرده بودم، کاش قدرت بدنیمو بالاتر برده بودم، کاش روی هوشم ذهنم ورزشایی که باعث تمرکز میشه مثلا شطرنج بیشتر کار کرده بودم. و یه زمانی میرسه که این نه فقط راجع به شخص شما، نه راجع به من، راجع به همه انسان هاست که به مرور و با گذشت زمان این قابلیتی که بدن انسان داره و مغز انسان داره افت میکنه، کاهش پیدا میکنه. یادگیری در شخصی که 10 سالشه، 15 سالشه، با کسی که 50 سالشه، زمین تا آسمون فرق میکنه. شاید یه نوجوان با یک بار خوندن یه خط دو خط از یه درس از زبان انگلیسی مثلا بتونه سریع یاد بگیره، حفظ بکنه، ولی برای کسی که مثلا میگم 50 یا 60 سالشه، ممکنه 4 بار 5 بار، اصلا سن خودم مثال میزنم 35 سالشه، شاید 10 بار طول بکشه تا اون موضوع رو بخونه، حفظ کنه و به یادش بمونه. تا وقتی که نوجوان هستید، هم سلامتی رو گفتم که روش کار بکنید، هم این موضوع که به شدت مهمه، ازتون خواهش میکنم، همونطور که به خواهرای خودم همیشه این موضوع رو گفتم. چرا میگم به خواهرای خودم؟ چون برادرم این موضوع رو رعایت میکنه، خواهرام یه ذره کمتر. همیشه بهشون میگم روی مهارت هاتون کار بکنید، مهارتاتون رو افزایش بدید. خواهش میکنم ازتون، هر چیزی که میتونید تو زندگیتون یاد بگیرید. ما دو تا ضرب المثل خیلی بد توی فارسی داریم به نظر من. یک ضرب المثل از این شاخه به اون شاخه پریدن که میگن فلانی خیلی از این شاخه به اون شاخه میپره، خیلی راجع به من گفتن، حالا بهتون میگم چرا. یکی هم ضرب المثل همه کاره و هیچ کاره که باز اینا به هم ربط داره، یعنی میگن آدمی که چندین و چند کار داره در نتیجه انگار هیچ کاری نداره. اشتباهه. تا میتونین مهارت یاد بگیرید. من شاید الان همشو یادم نیاد بهتون بگم، ولی بذارید راجع به خودم بگم، چون داریم راجع به درسای زندگی من حرف میزنیم و اصلا شما هم بیشتر منو بشناسین. ببینید کیو فالو کردین، کیو دارین میبینین ویدیوهاشو. مرسی ازتون تا الان تا اینجای ویدیو رو دیدین، وقت گذاشتین، وقتتون با ارزش ترین چیزتون. امیدوارم من بتونم چیزای هر چند کوچیک بهتون یاد بدم. من ادیتورم، ادیت بلدم، عکاسم یعنی فوتوگرافرم، ویدیوگرافرم، ویدیو میتونم بسازم، کانتنت کریئترم یعنی میتونم تولید محتوا انجام بدم، بازیگرم، مجریم، مدرک آتش نشان افتخاری
دارم، مدرک قواسی دارم، مدرک سفره آرایی دارم. ببین یعنی هر جا دستم رسید، هر کلاسی رو رفتم مدرکشو گرفتم. مدرک شیرینی پزی و قنادی دارم، مدرک شکلات سازی دارم. خیلی چیزا رو مدرکشو نگرفتم، ولی وقتی دیدم یه نفر دم دستمه فقط رفتم سریع ازش یاد گرفتم. مثلا رفتم اوریگامی یاد گرفتم، کاغذ و تا. اصلا تعریف میگه خب مثلا به چه دردت میخوره؟ هم لذت بردم از یادگیریش، هم باور کن اینجا به دردم میخوره. مثلا من مربی مهد کودک بودم، من مربی پیش دبستانی بودم تهران قبل از اینکه دانشجو بشم، و یکی از دلایلی که من استخدام کردن باور کن به خاطر همین اینکه کاغذ و تا رو بلد بودم، تا حدی نقاشی بلد بودم و مثلا کارهای صنایع دستی و اینجور چیزام تونستم انجام بدم. فروشندگی رو یاد گرفتم، مدرک از صنف طلا و جواهر طراحی جواهرات دارم. دیگه چی؟ مربی سرود ناشنوایان بودم، تا حد زیادی متاسفانه یادم رفته زبان اشاره، ولی یکمشو یادمه. دیگه چی براتون بگم؟ مشاور مهاجرت و فروش همین الانم هستم، در قبرس شمالی هستم. از 2.5 سال پیش شروع کردم، دوره دیدم حدوداً 3-4 ماه بعد که کتاب خوندم، کلی کتاب راجع به فروش خوندم که چطور یه فروش موفق داشته باشیم، چطور بتونیم از مشتریمون مراقبت بکنیم و خدمات پس از فروش داشته باشیم، یه فروش خوب داشته باشیم. و برای خودم فروشگاه داشتم که بتونم بگم وارد کننده یه لوازم روکش طلا از امارات و چین بودم. خودم رفتم مستقیم چین از ایوو، اونایی که واردات صادرات انجام میدن این موضوع رو میدونن، از اونجا سفارش دادم، یه سری لوازم دکوری برام آوردن. فکر کنم برای اینکه براتون شمردم از 10-12-15 تا بیشتر شد. هنوزم میخوام برم چیزای بیشتری یاد بگیرم، هنوزم مایلم برم مدرک بیشتری بگیرم، کارهای بیشتری یاد بگیرم، چون از همهشون پول در آوردم، از همهشون لذت بردم. تک تک روزایی که داشتم یاد میگرفتم لذت بردم، به دیگران یاد دادم همچنین، و هر چیزی که بوده برام مفید بوده و یک جایی به دردم خورده. در نتیجه عروسک گردانی کردم، اینو چون همش میاد تو حوزه تئاتر نمیگم، کارگردانی کردم، جایزه بازیگری گرفتم، جشنواره ها شرکت کردم، نویسندگی کردم، کتاب نوشتم. یه کتاب برای بچه‌ها نوشتم، اسم شخصیت اصلیشو گذاشتم بابک، اسم برادرم، و خیلی دوست دارم پرحرفی کرده باشم. در نتیجه بهتون میگم همه کاره هیچ کاره و از این شاخه به اون شاخه پریدن رو ول کنید تا میتونید. باور کن بخصوص اگه مهاجرت بکنید، یک زمانی به شدت ممنون من میشید به خاطر این حرفی که بهتون زدم. اگه الان سن کمی دارید، البته خیلی هم نمیشه بگی مثلا چون سنم بالا رفته نمیتونم، ولی این خیلی الان روی صحبتم با بچه‌های کوچیک‌تر، خواهش می‌کنم وقتتون رو هدر ندید با تماشای تلویزیون، با تماشای فیلم و سریالای 100 قسمتی. اوکی یه وقت من سریال می‌بینم دارم زبانمو بهتر می‌کنم، چند تا نکته ازش یاد میگم، ولی آیا واقعا اینطور یه دارم وقتمو هدر میدم؟ به جای اون میتونم برم ساز یاد بگیرم. من پیانو می‌زدم، بعد از اینکه مهاجرت کردم پیانومو نتونستم بگیرم، هیچ وقت یه پیانیست خیلی خفن و فوق‌العاده نشدم، چون موسیقی واقعا اولویت زندگیم نبود، ولی همچنان ملودیکا می‌زنم. حالا یه چند تا تصویر نوازندگیمو براتون حتما می‌ذارم تو پیجم هست. ساز زدن یاد گرفتم و خب این برام دلنشین بود. ساز یاد بگیرید، زبان یاد بگیرید، نه یکی نه دو تا. الان بیشتر مردم حداقل 2-3 تا زبان رو بلدن، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، زبانهای زنده دنیا، عربی بلدن، کره‌ای، چینی. ببینید به کدوم علاقه دارین دنبالش برید. هر حرفه‌ای رو دیدید و تونستین یاد بگیرید، به شدت بهتون کمک میکنه. بعد میتونید همونا رو آموزش بدید و ازش پول در بیارید، در بدترین حالت حتی زمانی که فکر کردید کسی نیست حامی شما باشه، یا پس اندازی ندارید، یا خیلی خوش‌شانس نبودین تو زندگی، حداقل از اون هنرتون میتونید استفاده بکنید. از اشتباهات درس بگیر. اگه یه اشتباهی تو زندگیت کردی، فکر نکن دیگه دنیا به آخر رسیده، این چه اشتباه بزرگی بود. هی نشین خودخوری بکن، نشین فکر زیادی بکن. اشتباهتو سرلوحه اشتباه نکردنای بعدیت قرار بده. میگن کسی که زمین میخوره این تازه آغاز پیروزیه، کسی که شکست میخوره تازه راهی به پیروز شدن براش باز شده. من واقعا اینو تو زندگیم حس کردم، اینجوری نبود که هیچ وقت شکست نخورده باشم. میتونم بگم بیشتر کارهایی که شروع کردم یا مثالایی که براتون زدم اتفاقا با شکست مواجه شده، و خیلیاش دری برای یه پیروزی دیگه و یه کار دیگه که اصلا فکرشو نمی‌کردم برام باز کرده. مثبت و امیدوار باش. دو تا تکنیک بهتون یاد میدم برای اینکه مثبت باشید. نمیخوام خیلی این ویدیو رو طولانی بکنم، برای همین کلا تکنیکایی که برای مثبت بودن بلدم توی یه ویدیو دیگه حتما بهتون میگم. یکیش اینه که اگر شما روزتون رو وقتی که چشمتون رو باز می‌کنید با افکار مثبت شروع بکنید، به چیزایی که دلتون می‌خواد بهش برسید،
توی اون روز اتفاق بیفته شروع بکنید و بهش فکر بکنید، اون روز ناخودآگاه تا 70-80% یه روز خوب میشه، چون انرژی از درون ما میاد و این چیزی که من بهش ایمان دارم. ما این که بیرونمون رو میسازیم، محیط اطراف و حتی دیگران از ما انرژی میگیرن. پس اگر یه انرژی مثبت اول صبح از خودمون داشته باشیم و با یه دید باز ببینیم دنیا رو، با یه دید خوشگل ببینیم، اون روز یه روز شیرین میشه. تکنیک بعدی که خیلی مهمه، وقتی که میخوای بخوابی، وقتی که رفتی چشماتو بستی و میخوای بخوابی، قبل از خواب به 5 اتفاق خوبی که تو اون روز برات اتفاق افتاده فکر کن. شاید الان بگی من هیچ اتفاق خوبی برام نمیفته تو زندگی، من یه روزم یه روز خسته کننده است، یه روز جالب نیست، نمیدونم با مدیرم دعوام شده، نمیدونم با مامانم دعوام شده، بابام اینو بهم گفته، پول ندارم و و و و. من حتی اگه خیلی روز سختی داشته باشم، شب وقتی که میخوام بیام بخوابم به این فکر میکنم امروز زنده بودم. پس اینو همه میتونم بگم، امروز نفس کشیدم، امروز آفتاب به پوستم خورد، امروز آسمونو دیدم، امروز غذا خوردم، غذایی داشتم که بخورم، امروز خونه ای داشتم، زیر سقفش بودم، زندگی کردم. پس هممون کم کم 5 اتفاق خوب در روزو داریم که چه بسا وقتی بگذره تو میبینی که اتفاقا بیشتر و بهترم هست، یعنی چیز دیگه هم هست. یه وقتایی هست خوام بخوابم میگم امروز خیلی خندیدم، چه روز خوبی بود. همینجوری که چشمو بستم بخوام فکر میکنم امروز برای بچه‌ها ویدیو گرفتم، حتما وقتی این ویدیو رو ببینن کامنتای خوبی میذارن، ممکنه برای همدیگه بفرستن، ممکنه یه دونه از اون درسایی که من گفتم 35 به دردشون بخوره، زندگیشون متحول بکنه. چه آدم تاثیرگذاری ام من، لبخند به لبم میاد. و این ثابت شده که وقتی شما با فکر و ذهن مثبت بخوابید، مغزتون همینطور که داره خودش من اندام و بدنتون رو بازسازی میکنه. میدونین که این اتفاقی که وقتی ما خوابیم میفته، برای همین میگن زود بخوابید، این افکار مثبت رو هم همینجور تکرار میکنه و فردا با یه حال خوب بیدار میشین. از اینکه نظرتو تغییر بدی نترس. مخالفی با مثلا ژل زدن، بوتاکس زدن، حتی شده مسخره کردی کسی که صورت عملی دارد، بعد یه سال دو سال هرچی نظرت عوض میشه، اصلا خودتو تو آینه نگاه میکنی میگی من دوست دارم، الان احساس میکنم به بوتاکس نیاز دارم. نترس بری یواشکی انجام بدی، بعد میگی آی خدای کسی نفهمه، یا بگی اصلا انجام نمیدم به خاطر اینکه من همیشه هر جا نشستم با این موضوع مخالف بودم. حالا این یه مثال بود، همینجوری به ذهنم رسید. انجام بده و با جسارت بگو من نظرم عوض شد. چون آدم ها دائم در حال تغییره، آدم ها عوض میشن، یه زمانی به یه چیزی اعتقاد دارن، چند وقت بعد ندارن، به هر دلیلی این اتفاق میفته و اصلا اشکال نداره که تو نظرتو عوض بکنی، اشکال نداره عقیدتو عوض بکنی، جهان بینی تو عوض بکنی، مهم اینه که بهترش بکنی، به سمت یه چیز بهتری بری. همین مثالی که زمان شما برعکس، شاید یه آدمی خیلی اهل عمل زیبایی، ژل، بوتاکس، تزریق، هر چی بوده، بعد از یه زمانی به بعد میگه که نه الان احساس میکنم که نه کار درستی نبوده، اشتباهی کردم و الان به بعد نمیخوام انجام بدم، اصلا دیگه الان مخالف 100%شم. از دیگران انتقاد نکن یا کم انتقاد کن، سب کن خودشون بخوان. من فکر میکنم که این وقتایی ما حتی دوستانه این اشتباهی بوده که من هم کردم و یک انتقادی رو سعی کردم. خیلی هم مهمه که شما یه حرف رو چطور بزنید، خوب بگید، بد بگید. یه مثالی هست که میگن شما یه غذا رو تو یه ظرف تزیین کن، یه تخم مرغ رو بیار، یه غذا رو همینجوری بنداز و اینجوری، دو تا غذا یه چیزه، ولی این چطور ارائه شده، این یکی چطور. درنچه شما حرفم میتونی خیلی بد بزنی، میتونی خیلی خوب بزنی، تو یه شروع مقدمه براش داشته باشی، اما در هر صورت به نظر من انتقاد کردن از دیگران چیز جالبی نیست. به توانایی اعتماد داشته باش. اینم باز برمیگرده به همون قضیه من میتونم. حتی اگر یه چیزی رو بلد نیستی، همون لحظه کسی ازت میخواد نگو نمیتونم. من این مثال براتون میزنم. یه تایمی فکر کنم 8-9 پیش بود، یه دوستی اومد گفتش که برای یکی از هتلای، حالا میگم بهتون اسم هتل، البته الان یادم رفت، هتل خیلی معروف، هتل داریوش توی کیش، برای سربازای هخامنشی به لباس، سپر و اینا که دستشون میگیرن چیه، از اینا نیازه، یعنی تصویر اون مرد هخامنشی رو مثلا پرینت گرفته بود، گفت میخواد این لباس ها رو بپوشن. تو طراح لباس و دکور میشناسی؟ یه تایمی هم بود که من واقعا به پول نیاز داشتم توی زندگی، یعنی داشتم پول جمع میکردم، فکر کنم همون تایمی میشد که 2 بعدش مثلا خونه خریدم و اینا، و خب پول خوبی هم پرداخت میکردم برای این موضوع. گفتم من میشناسم، پیدا میکنم. اومدم خونه با خودم فکر کردم، یه کاغذ برداشتم، نوشتم، یه ذره گوگل کردم، دیدم خودم میتونم درست کنم. قبلش نه دکور ساخته بودم، نه دکور ساز بودم، نه تا حالا طراحی لباس کرده بودم، نه لباس دوخته بودم. رفتم یه خانمی رو پیدا کردم، خودم خریدی نکردم، یه خیاط پیدا کردم ولی پارچه رو خودم خریدم. مثلا گفته بودن که ما اینقدر بودجه میدیم برای این موضوع. من اگه میخواستم اون پولو بدم به یه نفر دیگه کار انجام بده، تا اینکه خودم میام همه این مراحل رو انجام بدم، پول بیشتری برای من میموند. در نتیجه رفتم یه خانمی رو پیدا کردم، هم به اون سود رسوندم،
هم خیلی خوشحال شد چون که توی یه روستا زندگی میکرد و قیمت اون خیاطی که توی روستا زندگی میکرد با اون خیاطی که توی تهران مثلا تو فرشته زندگی میکرد زمین تا آسمون فرق داشت. پس لباسها رو دادم به اون خانمی که توی روستا زندگی میکرد، خیلی هم قشنگ و حرفه‌ای دوخ زرو سپر و لباسه که اینجوری روش بود و تاجشو خودم درست کردم. باورتون میشه بچه‌ها؟ خودم الان باورم نمیشه. رفتم تاجو دادم از این پلیسه ها توی خوشویی برام این پارچه رو پلیسه کردن، اینجوری منم رو مقوا چسبوندم. رفتم سپر نمیدونم چی خریدم، مال خیلی سال پیشه، موکت وسط خونم رو جمع کردم، اینا رو پن کرده بودم اون وسط، چرم خریده بودم خودم، چرمو بریدم. بعد رفتم مثلا پرسیدم از این برام که چرمو با چی باید بچسبونی، با چسب چوب، با چسب چرم، با چسب رازی، و انجامش دادم و خیلی پول خوبی گرفتم. مثلا برابر بود با اون موقع 3-4 تا اجرا که مثلا اگه میرفتم اون موقع مجری بودم و خیلی بهم چسبید، چون نگفتم نمیتونم، چون به توانایی خودم اعتماد کردم. از جایی که احساس کنم ویدیو خیلی داره طولانی میشه، برای همین بقیه رو سعی میکنم به صورت تیتروار بگم، مثال نزنم، چون قطعا خودتون مثالاشو میدونید. شاید شما ببینید تو کامنت مثال بزنید، از تجربیاتتون بگید. از درآمدت کمتر خرج کن، دخل و خرجت یه جوری نباشه که بیشتر خرج کنی کمتر پول در بیاری، که خیلی باویلاست. همیشه حقیقت رو بگو، راستگویی واقعا بهترین راه و انتخابه و آدمو به جایی میرسونه که هیچ وقت دروغگویی نمیرسونه. روی چیزایی تمرکز کن که خوشحالت میکنه، تو رو خوشحال میکنه. خودتو در اولویت قرار بده. میدونم خیلی ها هستن که به شدت دوستشون داری، ولی سعی کن اول خودتو دوست داشته باشی. آدم اگه عاشق خودش نباشه نمیتونه بگه من عاشق مادرم، من عاشق پدرم، من خواهر و برادرم، همسرم، پارتنرم، دوست دختر و پسرم یا هر کس دیگه ای. اول عاشق خودت باش. ایمان داشته باش که هر مشکلی راه حلی داره. اینو از صمیم قلب من میگم و باعث میشه که تو با بدترین مشکلات زندگی، اگه داری دست و پنجه نرم میکنی، اگه سر راهت قرار بگیره، تو هر مرحله‌ای که باشی بدونی یک راهی وجود داره و هیچ مشکلی نیست که قابل حل نباشه. تنها چیزی که در دنیا چاره نداره مرگ. این جمله رو همیشه با خودت تکرار کن و این باعث میشه بفهمی تنها چیزی که چاره نداره مرگ. پس همه چیز در این دنیا و در این زندگی چاره داره. مطالعه کن. سرانه مطالعه نه فقط تو ایران، در تمام دنیا رو به کاهشه، به خصوص بعد از اینکه شبکه‌های اجتماعی انقدر محبوب شده. کتاب بخون دوست من، کتاب واقعا دوست و یار مهربانه. این فقط حرف نیست، شعار نیست، کتاب خیلی جاها به من کمک کرده، زندگی منو عوض کرده و تمام این موضوعی که دارم میگم چیزایی نیست که بگم من انجامشون ندادم یا دیر فهمیدمشون، که اتفاقا من انقدری که وقتی دبستان میرفتم و راهنمایی و دبیرستان، یعنی دوران نوجوانی، انقدر کتاب خونده بودم، یعنی تمام مسئولین کتاب خونه منو میشناختن و هر وقت میرفتم میگفت کتاب جدید نداریم، برای گروه سنی تو کتاب جدید نداریم، همه کتابا رو درو کرده بودم، که بعداً احساس کنم خیلی مطالعه‌ام کم شد اتفاقا و اشتباه کردم، دوباره بهش برگشتم. الان سعی میکنم کم 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 روزی 10 صفحه کتاب بخونم. اون بچه‌ای که تو چالش 75 سخت هستن میدونن الان دارم کتاب 10% شادتر رو میخونم. کتابم کجاست الان؟ حتی هتل اومدم کتاب با خودم آوردم، چون باید 10 صفحه رو بخونم و بهم واقعا انرژی، انگیزه و درسای جدید از زندگی داده. ورزش کن. یادت گفتم به سلامتیت اهمیت بده. اهمیت به سلامتی میشه لایف استایل خوب و درست و سالم داشتن، غذای سالم خوردن و ورزش کردن. ورزش کردن دیگه خودتون بهتر میدون، علاوه بر اینکه یه بدن خوب بهتون میده، اعتماد به نفس خوب بهتون میده، باعث میشه هورمونی تو بدنتون ترشح بشه که همون هورمون شادیه، سرزندگی، احساس خوب و انرژی مثبت که با ورزش کردن میاد. از پیاده روی گرفته تا ورزش توی خونه، تا ورزش توی باشگاه، ورزش های رزمی، والیبال، بسکتبال و هر ورزشی توی دنیا که بگی، فقط انجامش بده. هر روز هر روز هر روز انجامش بده. بچه ها به غریزتون اعتماد کنید. منظورم اینه که اگر حست یه چیزی درونت، اون صدای درونی که هممون داریم، اون چیزی که توی مغزت داره بهت میگه این آدم قابل اعتماد نیست، این آدم درستی نیست، این حرفی که داره میزنه درست نیست، باور کن 90% اوقات داری درست فکر میکنی. برعکس با خودت میگی این آدم خوبیه، این آدم قابل اعتمادیه. اگه یه آدمی هست که خودت میدونی این مشکل رو داری، که خیلی بیش از حد مهربونی یا
بیش از حد زود باوری نمیگم، ولی میگم بیشتر وقتا غریزه یه آدم رو درست میگه. اون حسی که راجع به یه نفر داری، این رابطه اشتباهه، این آدم اشتباهیه. نگو عوض میشه، نگو درست میشه، نگو حتما من اشتباه میکنم. بیشتر اوقات غریزت حس درونیت داره درست میگه، بهش اعتماد کن. کتاب اینه، کتاب 10% شادتر که بهتون گفتم. موضوع بعدی این که یه نکته خیلی مهم میخواستم بهتون بگم، روی هدفاتون تمرکز داشته باشید و اصلا هدف داشته باشید. خیلی من میبینم متاسفانه بچه ها میگن من هنوز هدفم رو پیدا نکردم، من هدف ندارم، یا کلن ازش میپرسی هدفت چیه، هدفت تو زندگی چیه. نمیدونه، واقعا نمیدونه، به خصوص بچه هایی که کم سنن. این اصلا خوب نیست. هدف های کوتاه مدت بر خودتون بذارید، واسه یه هفته دیگه. هدفم اینه تو این هفته این صفحه کتاب بخونم، این فیلمو ببینم، این موضوع جدید رو یاد بگیرم، چند تا پست بذارم مثلا توی اینستاگرامم. هدفم واسه یک ماه دیگه اینه، دو ماه دیگه، شش ماه دیگه، یه سال دیگه، پنج سال دیگه، 10 سال دیگه خودم رو میبینم. من میدونم 10 سال دیگه کجا هستم، پس برای خودم هدف گذاری کردم. اگه ندونم 10 سال دیگه هدفم چیه، خب پس الان چطوری روش تمرکز کنم، براش تلاش کنم، تلاش کنم که 10 سال دیگه به اون برسم. پس شما باید یه هدف خیلی بزرگ داشته باشید و هدفهای کوچیک 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 در حد امروز و فردا و یه هفته. از دیگران یاد بگیر، حتی از دشمنت، حتی از اون که بدت میاد. باورت میشه من شده بود کسایی رو دنبال میکردم، فکر کنم هنوزم با پیج شخصیم تو اینستاگرام هست، که خیلی ازشون خوشم نمیاد، خیلی دوستشون ندارم، برام دوست داشتنی یا جذاب نیستن، ولی چون ازشون یاد میگیرم، آدمایی که دست به قلم خوبی دارن، حرفای خوبی میزنن، جاهای خوبی میرن، ویدیوهای خوبی میگیرن، فالوشون کردم، دنبالشون میکنم و نگاهشون میکنم، چون دارم ازشون یاد میگیرم. بچا دلیل نمیشه که ما همه رو دوست داشته باشیم یا حتی انتظار داشته باشیم همه ما رو دوست داشته باشن، ولی میتونیم از همدیگه یاد بگیریم و یاد گرفتن رایگانه. تجربه دیگرانو به دست آوردن، از آنچه که دارن انجام میدن درس گرفتن، کاملا رایگان، هزینه ای نداره، ولی سودش برامون خیلی زیاده. اینجا خیلی حرفم اول با دختر خانوماست، بعدم با آقا پسرا. حد و مرز داشته باشین بچا، برای خودتون یه حد و مرزی بذارید و بی خیال همه چیز و همه کس نباشید. دیگه خیلی بازش نمیکنم، فکر کنم منظورم متوجه میشین، چون هممون یه تایمی میرسه که به جایی میرسیم که موقع هر چیزی یه سنی داره، مهمونی رفتنمون، درینک خوردن، سیگار کشیدن یا اینجور کارا میشه. و اگه حد و مرزی برای خودمون نداشته باشیم، این همه آدم معتاد که میبینید گرفتار اعتیاد شدن و بیمار هستن نه مجرم، از کجا اومدن؟ اونا هم آدمای سالم معمولی بودن، از یه نخ دو نخ، یه پک دو پک، با رفیق این مهمونی و مهمونی شروع شده. هیچ وقت نگو برای من پیش نمیاد، من مثل این نمیشم، من ممکن نیست. واقعا هم دخترها هم پسرها خیلی براشون این اتفاق میفته، ایرانی خارجی هم نداره و مواد مخدر یه چیزی که متاسفانه هر کسی رو میتونه گرفتار بکنه. پس حد و مرز داشته باش برای خودت، بدون جایگاهت چیه و دوری کن. حقیقتا حتی چیزی مثل سیگار به نظر من اصلا نمیتونه خوب باشه، من نظر شخصیمو میگم، برای من واقعا جالب نیست. حالا نه بوش، نه اون هزینه‌ای که براش باید بدی، نه افکتی که روی سلامتیت میذاره، به خصوص با مرور زمان نشون میده و میتونه حتی آغاز کننده مثلا سیگار کشیدن چیزهای بدتری باشه. و اگه از همون اول جلوشو بگیری، برای خودت یه حد و مرزی قائل باشی. این فقط من راجع به مثلا مخدر و اینجور چیزا گفتم، این میتونه راجع به هر چیز دیگه‌ای باشه، میتونه رابطه جنسی باشه، میتونه دوستی باشه، میتونه شوخیا باشه. باعث میشه که تو شخصیت خودتو حفظ بکنی و همه بدونن با تو مثل یه ملکه و با تو مثل پادشاه رفتار بکنن و این تویی که به دیگران نشون میدی. مرز من انقدر، از مرز من رد نشو، از خط قرمز من رد نشو. اگه من آدمی باشم که خودم شوخی کنم، چه شوخیای کلامی زشت چه دستی، به بقیه هم اجازه میدم با من این شوخیا رو بکنن. لذت ببر از همه چی، از چیزای کوچیک. بچه‌ها تو اینستاگرام اسم منو گذاشتن سارا ذوقی، چون با همه چی سر ذوق میام. بعضی فکر میکنن الکی میگم، ادا در میارم، اصلا برام مهم نیست که چی فکر میکنن. واقعا دیدن رنگین کمون منو سر ذوق میاره بچه‌ها، یعنی انقدر ذوق میکنم اگه یه گربه میبینم، اگه برف میاد. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم دلم خواست اینو بگم، چون اینجا خیلی برف خوشگلی داشت میومد، شاید اوله ویدیو هم باشه، از این برفای تند خیلی خوشگل هست، انگار گویو تکون میدی و خیلی دوست داشتم که مثلا اون برف باشه برای من، نشستم نه آسمون صاف شد، ولی انقدر ذوقش کردم، فکر کنم چون وایساده بودم 5 دقیقه به برف نگاه میکردم باعث شد ما اون صحنه رو از دست بدیم. ذوق کن، به خدا اصلا برای خودت خوبه، از همه چی لذت ببر.
ببر. از گوشواره کوچیک جدید پلاستیکی که میخری حتما نباید طلا و جواهر باشه که لذت ببری. از هوا، از نفس کشیدن، از زندگی کردن. امتحان کن که از همه چی لذت ببری و واسه همه چی ذوق بکنی. بعد وقت ببین که چه اتفاقی میفته تو زندگیت. این یکی از مهارت‌هایی که من باید برای خودم بیشتر روش کار بکنم. حالا که من اینا رو گفتم یه جاهایی احساس کنم خیلی از خودم تعریف کردم، بذار بدیای خودم هم بگم، ایرادامو بگم. این مهارتی که میخوام بهتون بگم خودم هم دارم روش کار میکنم، بیشتر گوش بده. گاهی اوقات احساس کنم من خیلی حرف میزنم به جای اینکه گوش بدم، یا چون که سریع میفهمم و میگیرم که طرف میخواد چی بگه، بعضی وقتا حرفشو قطع میکنم و این اشتباهه. زود میفهمم که مثلا اوکی تا تهش دیگه میخواد چی بگه، ولی باید آدم گوش بده، چون که اون طرف هم خب میخواد حرف بزنه و این خیلی مهمه، به خصوص تو رابطه خیلی مهمه. اگه یه بزرگتری دیدی مثلا مام باباها ممکنه زیاد تنها باشن، دلشون میخواد بیشتر حرف بزنن، خوبه که ما حرفشون رو بیشتر گوش بدیم، شنونده خوبی باشیم. این برای خودمون هم بهتره، چون ثابت شده که گوش دادن خودش یادگیریه و باعث میشه که تو چیزای جدید یاد بگیری یا فکر جدیدی به سراغت بیاد که قبلش اصلا بهش فکر نکرده باشی. شاید شما الان این ویدیو رو گذاشتین فقط دارین گوش میدین و مثلا من نگاه نمی‌کنم، ویدیو رو نگاه نمی‌کنم. این خودش یه هنر خیلی بزرگه که ما شنونده خوبی باشیم. افکارتو به چالش بکش، نه انقدر که خودتو جهان بینی تو زیر سوال ببری، ولی نه انقدر که همیشه به خودت مطمئن باشی و بگی من درست میگم، من درست فکر میکنم، این موضوع غیر قابل تغییره. برای مثال میگم، من مدت بسیار طولانی به فنگشوی اعتقاد داشتم، خونمو بر اساس گردش ستاره ها میچیدم، هر سال نقشه ستاره ها رو و با سال نو چینی تغییر میدادم و بهش ایمان و باور داشتم. یه زمانی من فکر خودم رو به چالش کشیدم و گفتم آیا اصلا من درست فکر میکنم؟ آیا این یه خرافه است یا یه واقعیت اثبات شده است؟ بعد رفتم کلی کتاب راجبش خوندم، تحقیق کردم. الان نمیتونم نظر قطعی بدم که کدومش درست بوده، کدومش اشتباه بوده. ولی از یه جایی به بعد استاپ کردم و دیگه مثلا خونم رو روی فنگشوی بر اساسش نچیدم. این دلیل نمیشه که اون موقع کارم درست بوده یا الان کارم درسته، ولی میخوام بگم فکرمو تغییر دادم و به چالش کشیدم افکار خودم. پس به این فکر کن که من همیشه درست نمیگم، همیشه حق با من نیست، شاید بقیه درست میگن و شاید دیدگاه مخالف من دیدگاه درستیه. افکار خودتو به چالش بکش. یاد بگیر بپذیر که نمیتونی همه رو راضی نگه داری، نمیتونی همه ازت خوشحال باشن و دوستت داشته باشن. میگه اگه میخوای همه رو خوشحال کنی نمیتونی یه رهبر باشی، بیا برو بستنی فروش شو. تازه من ازم تو این مثال بازم درست نیست، حتی بستنی فروش هم نمیتونه همه رو راضی نگه داره. یکی میگه بستنی شل بود، یکی میگه صفر بود، یکی میگه چرا کاکائوش کم بود، یکی میگه چرا چکید. هر کی یه چیزی میگه، به خصوص تو شبکه‌های اجتماعی انتظار نداره بشه همه شما رو دوست داشته باشن، هم لایکتون کنن، هم ازتون تعریف کنن، با سبک زندگی شما، فکر شما، پوشش شما، با همه چی موافق باشن و دوستتون داشته باشن. نه اوکی، چه اشکال داره؟ بذار یه کلی هم از من متنفر باشن. نمیتونی همه رو راضی نگه داری و باید فقط اینو بپذیری و ازش بگذری. درس بعدی همینه، گذشتن. از خیلی چیزا بگذر عزیزم، اصلا یه چیزای ارزش فکر کردن نداره، به خصوص وقتی ما سنمون کمه. الکی وقت میذاریم روی یه چیزایی که بعدن به نظرمون به شدت خنده دار میاد. سر موضوع این که دوستم بهم اینو گفت، این به من گفت اگه من با تو قهر کردم پس تو هم نباید با اون دوست باشی. واقعا بعضی چیزا، الان این مثال خیلی کوچیک و خنده دار بود، ولی راجع به چیزای دیگه وقت خودت فکر بکنی میبینی او چرا من اونجا عصبانی شدم، چرا مثلا اونجا فکر کردم که دیگه دنیا به پایان رسیده، چرا فکر کردم که آی چقدر این موضوع مهمی اومدم ذهنمو درگیر کردم، در حالی که خیلی خیلی موضوع کوچیک و خنده دار بود. بگذر ازش، رها باش، راحت زندگی کن در لحظه. اینم باز موضوع بعدی، چیزی که این کتاب میگه، میگه در لحظه زندگی کن. میگه صدای فکرتو، اون صدای اضافی توی مغزت که دائم داره ازت انتقاد میکنه، دائم داره باهات حرف میزنه، دائم داره میگه بودو بودو این کارو بکن، اون کارو نکن، چرا این کارو کردی، چرا اون حرفو زدی، چرا اون کارو نکردی، خاموشش کن و از لحظه لذت ببر. الان دارم برای شما ویدیو میگیرم، ذهنم هی پرت میشه. مثلا میگم اون موقعی که برف میومد خوشگل تر بود، شاید نور کمه و مثلا صورتم خوب مشخص نیست، صدا از بیرون میاد، مردم دارن چمدوناشون میکشن، در اتاقشو محکم بست، این یعنی من تو لحظه نیست، یعنی من لذت نمیبرم از که دارم با شما حرف میزنم، رشته کلام از دستم میره، کلمه ها ممکنه یادم بره، ممکنه اونقدر خوب که میخوام نتونم مثال بزنم، ولی اگه بتونم تمرکز کنم، توی لحظه زندگی کنم، خیلی بهتر میتونم یه ویدیو خوب برای شما بسازم، خودم حال بهتری دارم. یاد بگیر راجع به همه چی نظر ندی. حتی اگه نظر تو خواستن، اینم مثل همون قضیه انتقاد کردنه. ولی متاسفانه بیا قبول کنیم این موضوع تو ما
ایرانی ها بیشتر دیده میشه. من از بعد مهاجرت فهمیدم که ملیت های دیگه انقدر اینجوری نیستن که ما هستیم. تصادف میشه، همه میشن کارشناس اتومبیل. دو نفر میخوان جداشن، همه میشن مشاور. دو نفر میخوان ازدواج کنن، همه میشن نمیدونم شما بگید. خیلی دخالت میکنیم تو زندگی هم، خیلی نظر میدیم. جاهایی که اصلا ازمون پرسیده نمیشه نظر میدیم. من از وقتی که چالش رو شروع کردم ورزش رفتم، باورکن از خیلی رو نپرسیدم، ولی شروع کردم به نظر دادن. داری خیلی لاغر میشی، آی مریض میشی، این چه چالشی، دو بار ورزش در روز، برای چی من ورزش کنم، وای تو که خوبی، مگه من پرسیدم، چرا میگی داخل. ولی خب چون بهتون گفتم قضیه گذشتن، من جوابشون ندادم یا مثلا چیزی نگفتم. یه وقتایی هم شما باید برای وقتتون خیلی ارزش قائل باشید. یعنی با خودتون بگین که این که من بشینم به طرف توضیح بدم که این یه چالشه و فقط برای لاغری نیست، برای اینه که ذهنتون منظم بشه، برای اینکه یاد بگیری کاری رو درست و سر تایم انجام بدی و هر روز تکرارش بکنی. اوکی چقدر طول کشید؟ مثلا 3 دقیقه 4 دقیقه من با اینو بهش بگم، آخرش هم بگی نه میدونی. چون آدمایی که خیلی راجع به همه چی نظر میدن، بچه‌ها میدونید قبول کنین اینجوریان که بعد شما بگید بازم میگه نه ببین ولی چیز دیگه میگه. دیگه نمیدونم چیا رو گفتم چیا رو نگفتم، نمیدونم که 35 تا شد، کمتر شد، بیشتر شد. ممنون میشم که تو کامنت ها نظر خودتون رو بگین، لطفا تجربیاتتون بنویسید. اگه شما درسی از زندگی گرفتید، راجع به اعتماد، چیزایی بوده که خب مثلا من همه رو نگفتم، میخوام بگم با کسایی که دوستشون دارین وقت بگذرونین، خانوادتون، عزیزانتون. ما واقعا نمیدونیم تا کی زنده ایم، هر لحظه هر کدوممون ممکنه که دیگه توی این دنیا نباشیم و این یه واقعیت به سن و سالم ربطی نداره. پس بهتره که قدر همو بدونیم، با هم دیگه مهربون باشیم. خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو بخونم. شما فکر کنین که من این صحبتایی که کردم، شما اینجا نشسته بودین، من مثل خواهر بزرگتون کنارتون بودم و داشتم پیشنهادا رو بهتون میدادم و فقط در حد این بود که بگم اینا موضوعی بوده که تو زندگی برای من پیش اومده. اگر زودتر میدونستمشون، زودتر یادشون گرفته بودم، زندگی خیلی بهتری داشتم. دوستام شما الان که این ویدیو رو دیدید، از الان به بعد بدونید منتظر کامنت ها و نظرتون هستم. اگه ویدیوهای اینجوری جدی دوست دارید، من خیلی حرف دارم که باهاتون بزنم، بگین که بازم براتون بسازم. فعلا خدافظ. اون برفم نیومد، دوست داشتم اونجوری برفیاد بهتون نشون بدم. آها راستی این دو تا ویدیو رو هم ببینید، خیلی خوشحال میشم که از این دو تا ویدیو هم بازدید بکنین. سابسکرایب هم یادتون نره، زنگوله هم بزنین. اگه دوست داشتین لایک هم بکنین. یه دونه دوستتون دارم.